سلام برعکس لودیتی، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به اپیزودهای مورد علاقه همتون که میدونم دوست دارین، کمدی ترین های از پشت صحنه های مهران مدیری. مطمئنم ویو این اپیزودها باید بهتر باشه و اینکه دیگه معرف حضورتون هستن دیگه. من خیلی اومدیم دوباره با یه درفت دیگه، این سری پر انرژی، این سری چلسی رو برتن کردن که تلسمو بشکونیم و بگیم که آقا درفت برای ما هست. ما قول داده بودیم پیشرفت کنیم، پیشرفتم کردیم. بازی اول دوم سوم چهارم پیشرفت بود، این چهارمی دیگه برده، چون بازی قبلی مساوی بود، تو پنالتی ها باختیم. امروز اومدیم برای برد، مگر اینکه جدول دیگه برای ضدمون باشه، بعد ببینیم تیم چطور میشه. ولی در هر صورت لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله بزن که بزنین بریم که میخواییم ببینیم چه خبره. خب رفقا اومدیم سراغ درفت بابا. نه 4-3-3 سلت 4-3-3 بریم دیگه، کاری نمیشه که. آره برو همینو بریم. بچرخونه که کاپیتان جدی چیه حالا؟ میلاد فالس نو استیش یه ذره میاد عقبتر دیگه. خب حالا خوشترین بازیکن به نظر من آسنسیوه، اون که حالا هیچی، اون که تابلوه که اونه، ولی خب ما مسیو بیشتر دوستش داریم. مسی خوشگلتره خود نظر ما، مسی حتی پوگبا هم خیلی زیبا. اوه زانیولو اصلا هیچ اهمیتی نداره، بعد حتما گزینه دندون خرگوشی ترین رو اضافه کنیم. اسکیل کمتر رو اسکیل کمتر اینجا ببینیم که خیلی جالبه که برامون گردونه قشنگ شادی هم میکنه که این اسکیل کمتر هم به ما داره. همه ستان به غیر از کره نیک هم هست. یک درد قدیم و اومدی زنده کرد. کمتری مگه نبود؟ آره. پس کره ها نمیتونه انتخاب کنه. حواسم نبود. همه یارو دندون خرگوشی هست. زانیالو راول ترکه اگه اومد چی؟ دیویس 6 تاست، آیتور 5 تاست. شروع شد اشکال نه. بس همون بچه درفتی که 40 سال پیش رفتیم مسی و رونالدو افتادن بقل همون، اصلا نادر بود. نادر سلیمانی آزار بیشترین دفاع 48-45 عدقه. اون کارت برده‌اش هم ندار شوک کشم اینجوری. من کارت طلاییمو استفاده میکنم، آزادو برمیدارم. باشه من کارت طلاییمو میذارم برای گزینه آیکونیک تر. خب بیشترین شوت سیه خفن هم اومده مسیاره. خفن تر از این دیگه، بدون اینکه کارتمونو استفاده بکنیم بچه ها. اینجا یه دقیقه خدا به ما یک نگاهی کرد و گفت، یه نیمچه نگاهی که گفت برید حالشو بر. و دوباره مسی و رونالدو در کنار هم قرار گرفتن. اون دفعه رونالدو بولد بود، مسی تیم آف دیگر بود، این دفعه برعکس بود، مسی گل نه این تیم آف دیگر. خیلی نکته جیگر میخواد. اوه این بچه ها که همه حالا بیشترین پیس بود. چهارمی بیا ریش و سیبیل بیشتر هرچی برداری فقط امیدوار ریش و سیبیل سیبی بریم مرداری که راموس بده بریم. آره عدقایه اگه راموس میمد واقعا دوباره همه شون پرکوپرت میریم. کیمپمبه یه ذره پورتره، کیمپمبه پورتره. آره دیگه بهتر هم هست به نظر. آره یکی از وحشترین دفاعی بازی بود تو فیفا 22. خب این هم فیفا 22 دیگه درسته. خب بریم الان میلا جان یکم حالش خوبه، خوبتر از اونیه که ما تصورشو میکنیم، ولی الان نمیفهمی یک سال دیگه همین موقع. بله چرت ترین کارتا داره میاد. نه اون نه بیشترین دیدیم این که اصلا معلومه که اصلا بچه خونگیه، این اصلا بازی نمی کنه. بزن الان یه چهار نفهمی هم کامل میزنم بچه خونگی بهترین بازیکن جهان و یاشازی نظر سفیدترین بازیکن دوباره. این قطعا این گزینه رو سهند بچه ها اضافه کرده. سهند رو اینجوری نگاه نکنیم، مثلا میلو و فلان اینا میزنه پیدا میکنه تو کوچه، تو کوچه مونچه خف میکنه بچه ها. سفید ترین بازیکن این دوتا سمت راست راست سیاسی هم حیف شده. خب تو چیزی تو داری؟ نه بهش که میگم خب بدرد با چی میگی دیگه؟ خب میگم حیف شده مثلا من میخوام مثلا اگه اینقدر نش میگی خوبه میتونی کارت طلایی تو استفاده کنی. آره چون من نمیکنم. من کارت طلاییمو گذاشتم برای رونالدو دوم. کارت طلاییش آقا میلاد استفاده میکنه برای بلینگهام. بلینگهام پیرترین هم 94 93 97 98 96 حالی کردی؟
آها این شد. آره این داره آدامس میجوه. چیکار داری میکنی؟ داری چیه گاز گرفتی؟ سوسیسه؟ خب من داندام به نظر هشتا موازی کنه سومه، یعنی دروازه‌بان سومه تیم فرانسه است. ماندانده خودشون هم انتخابش شده. یه خطی اومد تو ترکیب به کیم به خب آر بی گو به این خط همینجا گو ما این دور آتال ماتال تو بوله خب بچه ارمنستان اگه کسی که رفته باشه میدونه که بیشتر این پاس وای خیلی نزدیک بود سرخی روبرتو باشه چون پاسش هشتاده. آتال آتال ماتال تو بوله زشت خوبی از اول کانسلو به نظرم خیلی زشته نسبت خیلی به نظر من زشته اون چی دهنش اونجوری باز کرده کسافه چون واقعا همه توی یه سطحی هم اصلا وسطیه که اصلا زشت نیستی ها رابرتسون هم با دندونش اونجوری کرده یعنی خیلی داغون بود عکسای جوانش رو ببین. خب الان ببینیم که واقعا فرقی بینه کانسلو و رابرتسون وجود نداره. درست میگم؟ خب رأی گیری میکنیم بگو بگو رأی گیری میکنیم. من میگم پریسیش واقع بینانش. شما چولز چولز منم میگم کانسلو. خب چشامونو پس ببندیم جدید دست نگه داریم هر کی تک بیاره اون انتخاب میشه هر کی تک بیاره یعنی چی؟ دو تا مثلا هم آها هر کی تک بیاره چی؟ یادی هر کی تک آها سنگ خواست خیلی چی استفاده باید بکنیم نه دیگه یادی آها هر کی تک بیاره اون بازی کن انتخاب میشه میشه هم پرسیچ تو کار خودتو کردی؟ زهر خودتو ریختی؟ بعد وقت باقی کرا ما کلن بیشتری ما شو بسته دیگه این بچه ها تام هالند نیستش این چخ هالنده اسمش آه اوبراله اینوی بچه بچه های ژاپن هن و فقط وسطیه چرا خیلی شبیه آمده واقعا اگه حامد جان داری این ویدیو رو میبینی آره ایشون شبیه شما های اگه خبر نداری همین نداریم کیه همین سوچکه اون لامینه اون مسواک زده فقط و اینجا من زنگ طلایی ما میسوزونم اون نوده رو فکری رو برداریم نه نه صرف کن فکر اینجا به درد میخوره از کجا معلوم شد دندوناش لامینیت باشه سری تو اینترنت سرچ کنیم لامینیت دندونای فکری بریم فکری چون جلو دندوناش رو بسته ما میگیم لامینیت داره همین خب کاملا قوانین به نفع ما اوه اوه آقای این اسمشون این یخیه اون اگه برداری تو اسم آقای کاوه هست اسمش نه کانده آها کانده خب همینجا سلام میکنیم به کاوه عزیز که این بازیکن مورد علاقه شما هست. رگیلانه که آره دیگه خب هم داریم میگیم رگیلانه رگیلانه سیاه ترین بیاد و اشرف بده خرپیس ترینش نده اینجا استفاده کنید اشرف گل ناز منه با مسی ارتباط داره پنبم بعد بلندترین تورسه خودشه شیشه 5 و 11 5 و 9 خودشه به به گلبانگ پیروزی در آمده بر تبل شادانه بکو بر گور پدر خانه بکو جوانترین و بی تجربه ترین 94-2000 2000 هست دیگه میراندا دوباره اومد خب بچه ها میراندای عزیز که نوشابه های بسیار گازدار و بچه ها اگه همینجا میتونید دوغ گازدار و گاز دوغدار رو بگید سه بار آسارابی ها خیلی بد شد مثلا ما خوباش رو زیاد کردیم خیلی خوبا رو زیاد کردیم بزن بعدی کیه از اون ستم ها
بعد بزنیم دندون تیزترین که سوارز همیشه انتخاب شد. سیاه‌ترین بازیکن. قد کوتاه‌ترین سوارز دیگه. نه اینسینی است. اینسینی باشه؟ آره. یعنی 58 54 دیگه کوتاه‌ترین بازیکن تاریخ اینسینی است. حواسم نبود. یعنی هم مسی هم کوتاه‌تر؟ عجیبه که واقعا یه بازیکن از مسی کوتاه‌تر. و آخرین بازیکن. نیمار رو برمی‌داریم، یه زنگ طلایی ستایی با هم داریم، دستمون رو می‌ذاریم رو هم در میاد. بیشترین فیزیک یعنی اوکامپوس مولر دیگه احتمالاً. نه دیگه اوپش اشاره باشه، من چشم نمی‌بینه. نیمار این بیاد اونجا اصلا چیزی میده؟ آقا ما نیمار رو نیمار زنگ طلایی جامعه. خدایی اینقدر مزخرف تیم، واقعا بچه هم فکرم قبول داشته باشن این تیم. این تیم شیرانه یا حلیمه ده. بدتر نیمار اومد خرابکاری هم شد، هازارد بهتر بود. خب ما میریم بعد اینکه اینا رو چیدیم به زودی برمیگردیم. بر نمیگردیم احتمالاً. خب بچه ها رفتیم تو بازی ببینیم این دست میخوایم چه بلایی سر خودمون بیاریم. تیم حریف رو میبینیم که رونالدو تیم حریف خیلی ضعیفه. بله کانتر چه قیافه جذابی داره اون حمله شون. کیه اون؟ کانتر؟ اون کیه؟ نمیشتستم بغل رونالدو کیه؟ ببین برگواین ما بهش میگیم برگ جوبین. آها برگ جوبین یا همون عرق جوبین. خب بچه ها رفتیم سراغ بازی و گزارش های جذابی که براتون میخوام انجام بدم. عجب زمین بامزه دایره شکلی داریم. همینجا سریع بازی رو میخواد آغاز بکنیم. میلاد بزرگی با پینگ 194 الان پینگ داره تقریبا درست میشه، اومد رو 83 و دوباره برگشت رو 100. این پینگ خیلی دوست داشتنی نمیتونه باشه، میتونه بازی رو اذیت کنه. تیم حریف هم جلومون یکم به نظر میاد که زورش زیاده. عجب پاس زیبایی میفرسته. اینجا میلاد یونایتد ریسک نمیکنه و یه پاس خوشگل برای سهند سیدی و سهند سیدی بدون ریسک این گل رو میزنه. من الکی کارت طلایی استفاده نکردم. بله هازارد یه من هازارد. ببینید هازارد داره، ببینید چیکار میکنه. بزنین بره بچه‌ها، این کار پروفشنال نیست. با پینگ 83 داریم بازی رو برای شما گزارش میکنیم از تهران دوستان عزیز. و سهند سیدی یه پاس خوب برای میلاد یونایتد میفرسته. میلاد یونایتد هم تو عمقی از سمت چپ اقدام میکنه. حالا ببینیم سهند سیدی چیکار میکنه. عجب پاس زیبایی دادش انصافا، اگه بخوایم در نظر بگیریم این پاس به جا قشنگ بودش. حالا شل آفسایدی که داور کاملا معلومه پول زیادی بابت این کار گرفته بود و اصلا فکر نکنین این بازی فیفاست و نمیتونین مثلا این کار بکنین، کاملا میتونین با ارتباطاتی که دارین. این گل مفته، اینو علی دایی گفته و مسی لاشخور همونطور که میبینید درسته که تو تیم ما هستش، ولی اگه تو تیم ما گل بزنه به درامون پل میزنه، ولی اگه تو تیم حریف گل بزنه لاشخوری حساب میشه. در واقع اینجا سهنجان همون مثل همیشه توی پاچه میکنه و میگه که من هیچ کاری نکردم، در صورتی که خوراک سهن اگه تو بازی قبلی باشه اینه که دفاع رو میاره جلو که یه حالی بکنه خودش، ولی این حال رو خودش میکنه و ناحالیش رو ما میکنیم. همه کاغذ آچار دستشون هستش برای طراحی و دارن نشون میدن و این کاغذ زردایی که دارین میبینی کاملا دم در واقع ورزشگاه میفروشن این کاغذ زرد رو. چست تو من میتونین شما این کاغذ زرد رو بخرید. این چی بود؟ این دختر بود که حالا کی بودش؟ توسی ماتیک زده همونطور که میبینید. این سفید ترینه، این سفید ترین بود. بله سهند پس میبینیم که دلیل انتخاب یه سری از بازیکناش خب به دلیلی که ما بعد از این که این بازی رو نگاه میکنیم سهم میره اینا رو با دقت‌تر نگاه میکنه، عکساشون رو سرچ میکنه. حتی شنیده شده یکی از بازیکن‌ها به سهم گفته که میخوای لخت من عکس بگیری بیشون، و خب سهندم جوابی نداده اینجا به خاطر اینکه شخصیتش اجازه نمیده که خب عکسو گرفته رفته، عکسشو گرفته و رفته. بریم آقا بریم برای نیمه دوم تمرکز و پیروزی. بله حالا اگه من گذاشتم شما تمرکز داشته باشیم نه اسمم عوض بکنم. حالا بله میبینیم دفاع اصلا کلا نداریم ما. اینجا میلان یونایتد کاملا
با تمرکز زیاد اعصاب طرف رو خورد میکنه و همونطور که میبینین تر میزنه تو توپی که گرفته. خیلی راحته این کار بچه ها، کافیه فقط غرور یک لحظه یقه شما رو بگیره. اینجا بچه ها با اون مبارک و همه چیشون چلو توپ رو به حال میگیرن. وای 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 شیوا 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 دردت افتاد به جونم. حالا بریم سراغ گل بعدی که قراره تیم بزنه. نه آفساید در مورد تیم حریف وجود نداره، این آفساید فقط برای تیم شماه عزیزم. یا لیگه بچه ها ماندانا کاملا ما پول عملش رو خودمون میدیم، از جیب میدیم، اب نداره عزیزم عمل کن، اب نداره برای خودت میمی بذار، فیفی بذار، بازی میکنن خیلی قشنگ. ببینین ببینین تو رو خدا غیرت این بازیکن رو ببینین بی شرفا. راحت میکنه همونطور که میبینی سعند سیادی پار رو دراز میکنه، اقدام میکنه ولی فایده ای نداره چون آقای کریستیانو رونالدو هستش، خودتون میدونین که یه پا میزنه رو زمین و دابل جامپ داره کریستیانو رونالدو برای اولین بار در فوتبال. شما میتونین دو تا جامپ بزنی، یه دور میپره یه دونم رو هوا میزنه. حالا منی که دارم اینجور تحلیلای خفن فیفای میکنم، همون کسی هم که خودم عمرن نگاه نمیکنم به نقشه، هر موقع دارم بخواد پاس میدم، هر جوری هم میدارم بخواد. و این گل سمیو که الان میبینید بابتش هیچ خوشحالی انجام نمیشه، بخواد اینکه چهار تا خوردن خب معلومه که خوشحالی نمیکنم. دقیقه چی؟ دقیقه 85، یعنی اون عدد مخصوصی که همه ایرانیای عزیز بهش ارادت خاصی دارن. یه اخراجی میدن بله، قابل قابل کش اینجا یا قابل بابل کشتش قابل تارس هم یادمون رفت یه وضعیه لجن لجن لجن. ببینید دیگه داور دیگه اصلا نمیدونه این کفا رو کجا بذاره دیگه، کف ریش خریدن اینا همه جا رو مالیده دیگه اونجا دیگه. هازارد اصلا میبینید فامیلیش هم خیلی فامیلی عجیبی هازارد او چند بار یارو ول نمیکنه، یارو تا گل نزنه ول نمیکنه، میگه بیناموس من میکنه دلاش میکنه آره میشه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. حالا ببینیم که 92 دقیقه از بازی گذشته و خب اینم از این دیگه، اینم یه مش ادعا یه بازی که بازی فیفا و فلا اینا سوتو نمیزنه، داور میخواد به نفع بگیره و یک گوش که از غذای معروفه که خودش دریافت کرده دریافت میکنه. درفت های زیبا بله تمام روحیه سعند سیادی از بین رفته بچه ها همونطور که میبینین و بازی توی اون منطقه سبزی که دیدین انجام میشه. یعنی اون من نمیدونم چرا اون منطقه رو سبز میکنن، بعد قهوه‌ای بکنن به نظرم، ولی این کار انجام نمیشه. بله بله اتاق فرمان گفتن که بسته دیگه اینقدر زر زدی دوباره مرحله اول و بله چیز شارج ایرانسل توکن دا میگه برو یکی دیگه هم بزن. تمام پس ما میگیم یکی دیگه بزن جدی؟ اسمت یعنی خودش انقدر افتضاح بود این درفت که گفت دوباره بزن. خب رفقا آقا این سری به خاطر که هم سریع ترم بشه گفتیم که بیاییم از چرخ فلک استفاده نکنیم، خودمون بچینیم یه تیم خوب، اگه بریم بازم به بازیم دیگه درفت بازی نکنیم. آها پس دیگه کشتم خیلی برای خودشون سختی قائل شدن. 1 hour later خب برای بکس وارد بازی جدید میخواییم بشیم که ببینیم چه خبره. عجب سیسایی دو به دو بله حریفمونم گس داره گس از قدیم گفتم مهمون گاده. خب بچه وارد بازی سنگین وزنی که همین الان داریم میبینیم شدیم. سعند سیادی بازی با تمرکز میخواد شروع کنه، این دفعه نمیخواد در واقع سوتی هایی که دفعه های قبل دادن رو بدن و میلاد بزرگی یا معروف میلاد یونایتد این دفعه رفته اون علامت کوفتی که بالا سرش بود و همیشه موقع شوت زدن مغز خودش و حریف و گزارشگر و جد آباد ما رو میآورد جلوشمون رو این دفعه برداشته و خب این موضوع میتونه خیلی جذاب باشه و اگر گل بعدی رو بخواد بخوره گناه داره چون تقصیری نداره. سعند سیادی باخ گفتم نمیخواد بده این دفعه و دفاعش رو داره جوری دفاع میکنه که انگاری که $1000 همین الان به حسابش واریز شده، در صورتی که 100 تومن هم توی حسابش این حتی خودش میره گل میزنه و بدون اینکه از کسی پولی دریافت کنه گل میزنه و یه آه و ناله میکشه که با 100 خورد دیگه این توپم گل کردم دیگه برین برای خودتون دیگه تو رو قرآن دیگه چند بار این کارو باید بکنم. همونطور که میبینی سریعا اونا دنبال جبرانن و سگ شدن دیگه اون در واقع تیم حریف و ما هم همینو میخوایم که چیزی که تمرکز
حریف رو به هم میریزه. سند صیادی کاملا با تمرکز زیاد داره بازی رو جلو میبره و میلاد یونایتد یک پاس آفسایدی خوب میده، ولی سند صیادی کاملا اینجا با تسلط آفساید میپیچونه گل بعدی. یاشاسن آذربایجان نمیخواد یه کار مثلا ریسکی بکنه، سریعا توپو جلو میکشه، ولی خب اونا هم بی‌شرفا همونو برگردوندن. تو این گل رو نخوریم بهتره به نظر من. آفرین سند، میتونست که این توپ رو نجات بده. سگ خورد شدش نیمار بی پدر. اب نداره، ما هنوز 2-1 جلوییم، خیلی ریسکی بازی نکنین بچه‌ها و سعی کنین که با تمرکز بالاتر دفاع رو برگردونیم به موقع عقب و سعی کنیم که دستتون رو از روی سرعت بردارین که از من مداغا و اینا جا نمونیم. خب اونجا لاشخور بازی میبینیم تا حد زیادی پیش رفته، دوباره روند بازی برگشت به همون کثافتکاری که همیشه بود. فهمیدیم که آقا این بازیکن ها وای میسن یه ذره به اینا فرصت میدن، تو دقیقه دل این بچه ها خوش میشه، یه جوری اینا رو تغییر میکنن که سگ اینجا رو سانسور میکنیم البته، بیادش رو در واقع غرور اینا رو بشکنه. اسپانسر این برنامه کمترین پول رو هزینه کرده، نهایتا 2 تومن به من داده، 2000 تومن به سهن داده که به قرآن پول یکی سفیریزر نمیشه. آخه این چه مدلش؟ الان نونباگت دش خود دل و جون داره اینجا بازی. اینجا نونباگت نهایتا 10000 تومن، الان نونباگت ماکارونی ها کم شده توی بازار، اصلا وضع خرابه. تا ویدیو آپلود چه شد قیمت های ماکارونی بدتر هم بشه. بله، ویدیو تا آپلود چه دل مادری که بچه ها آب بشه. اینجا نباید دفاع رو خالی بکنی، سریعا میلاد بزرگی خودتو برسون. نمیرسونه میلاد یونایتد خودش رو نمیرسونه و ما اینجا مقصر رو این آدم میدونیم و اسپانسر برنامه ایشون رو داره کاملا مورد مؤاخذه قرار میده. و خب حالا شما اینجا نمیبینیم، ولی بعد بازی میبینیم که چه توهینایی و چه اهانتایی به ایشون خواهد شد. خب معلومه که تیم حریف کاملا عقده‌ای‌وار داره بازی میکنه. تیم حریف اسمش دی‌اندی، مال ما اسمش ما دی‌اندی، راست میگه ما دویم. دی‌اندی یعنی چی حالا؟ همون مدله بزن دیگه، همون پایین دست چپی که میزنی، فقط قیافت رو اونوری نکن. آره اصلا در گره اوه یارو خیلی اوضاع خرابه. میلاد یونایتد بازی رو برمیگردونه و 3-3 میکنه. الان دیگه بازی 0-0 بچه‌ها، دوباره میتونیم برگردیم به بازی عادی و همون حرفایی که زدیم و همه رو پس میگیریم. اینجا میلاد یونایتد تمام اون کارهایی که قبلا کرده رو جبران میکنه و با یک پاس زیبایی که چه گلی، آفرین بر تو سهند صیادی. همین الان $1000 به حساب سهند صیادی ریخته شدش. البته به ریال، اینم وضعیت آقای مسی که این همه طرف دارش، این مرد که این شکلیه. همونطور که میدونی من خیلی به مسی علاقه دارم و دارم الان کاملا بهش حیث نمیدم. آره خب، ولی اتفاق شدی میفته، میلاد بزرگی سماجت میکنه و تعادل توپ رو هم میریزه. ولی بچه ها برگردین رو از مربی، یکی از مربی های تیم داریم میشنویم که داره گوشه زمین خودش رو پاره میکنه که بچه ها برگردی، گاز برمن. و بچه ها بر میگردن، تقریبا یه سریاشون بر میگردن. اینجا نباید گول بخورین، یعنی کاملا آره با تمرکز بذارین لاشخور بازیاشون رو در بیارن، چون این میخواد دنبال اینه که شما رو گول بزنه. اینجا سند صیادی بهترین تنهای بازیه. به یه دونه دیدی، به یا خدای بزرگ. اصلا این کورنر که میدونین بچه ها اتفاق افتادنش تقریبا 0 درجه اتفاق افتادنه. خدای من، ببین اینجا آدم ها وقتی پاس میدن اینجوری میشه، اینجوری میشه. فکر کنم مصاحبه این بردو من به شما تبریک میگم. و اگر همچه اتفاقی میافتاد من واقعا دیگه اصلا فیفا بازی نمیکنم. آره همین آقا میلادی که میبینین اینجا اون کار زیبا رو کردش براتون. خب رفقا، بالاخره من یکم جیگرم آروم گرفت، چون واقعا حالم بد بود. یعنی اصلا قبلش گلبش گرفته اون بازی که اونجوری باختیم و این تیمای چیزی. و واقعا میگم ما خب واقعا هیچ ادعایی نداریم، من خودم آلتیمیت خیلی ساله بازی نکردم و میدونم کلا سیستم آلتیمیت بچه‌ها تیمز میدونن فرق داره. و این بازی هم دیگه با این تیم نه چندان خوب، یعنی تیم فوق العاده متوسط تیم بود. و فقط اینکه حریفمون 2 نفر بودن و اینکه تیمم خب بالاخره به یکم سطح بازیشون هم نزدیک بود دیگه. آره. چون قبلی‌ها مثلا
در واقع اپیزودهای قبلی رو اگه دیده باشین خیلی لاشخور بودن دیگه، یعنی معلوم بود یارو مثلا با یه بازیکن نصف بازی رو سپری می‌کردش. ولی خب با خوشحالیم که با برد تموم شد، اون توکن مجانی که بهمون داد خودش آره برگردون بازیو. و اینکه بازم الان تیمیه که تیم دفعه بعدی هم که در واقع با همین توکن مجانی داشتیم خیلی هم عجیب غریب نبود. درسته مسی و رونالدو رونالدو هم تازه نداشتوش، آره یه دونه جیمار داشتش. نه جیمار خلاصه. آره. آقا اگه دوست دارین ادامه اینو بریم براتون، همین الان لایک کنید، سابسکرایب کنید، نوتیفیکیشن بزنید، کامنت بذارین، حتما کامنت بذارین بچه ها. کامنتاتون رو ما میخونیم، خیلی هم دوست داریم که نظرات شما رو راجع به این بازی ها بدونیم. میدونیم نصف اپیزودها و نصف ویدیوهایی که ما میذاریم زیرش میذارین چرا فیفا بازی نمیکنین. اوکی ما داریم فیفا بازی میکنیم فقط به خاطر، ولی اینکه بزنین چه کارهای دیگه ای دوست دارین تو فیفا میخوایم بکنیم، یا اصلا هر چی که هر مودی که دیگه ای که دوست دارین بازی کنیم. خلاصه دمتون گرم، امیدواریم از این درافت لذتش رو برده باشین. ادامه شو میریم حتما. بله خدا بسید.